برای چند صدمین بار اعلام می کنیم صنایع هسته ما ماهیت سلحامیز دارد نمیخواهند بشنوند و نمیخواهند اعتراف کنند مانعی ندارد عدم اعتراف اونها و عدم اعلام اونها باعث توقف کار ما نخواهد شد ما همچنانی که اعلام کردیم کار رو دنبال میکنیم. در مذاکرات هم حقوق ملت ایران همواره باید مورد احترام همگان باشه ما برای حفظ حقوق ملت ایران در صنایع هستی یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بدنام و منفور ایران در واکنش به انتشار خبر درخواست بودجه 800 میلیون تومانی برای مراسم استقبال از او گفته نکنه به نام ما و به کام دیگران شه این مردک بی سواد که از یک چشمش خون میباره و از دیگری پول همزمان با سفرش به کرج تصویر نامه‌ای در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در اون شهرداری این شهر درخواست 800 میلیون تومان بودجه از شورای شهر کرده در این نامه که در روز تعطیلی رسمی در ایران زده شده شهردار کرج از رئیس شورای شهر خواسته مبلغ 800 میلیون تومن تحت عنوان کمک به بخش عمومی به منظور هزینه های استقبال از رئیس جمهور اختصاص بدم. تصویر این نامه همزمان با سفر رئیسی به استان البرز منتشر شده. در واکنش به انتشار علنی این نامه هم رئیسی در جلسه ای که مقامات استان البرز داشتن در مورد پخش این نامه گفته با مترو به کرج رفتم و برای افتار هم مهمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه خارزمی بودم بعد هم در ادامه ضمن ابراز بی اطلاعی از تخصیص این بودجه به خودش گفته به نام ما و به کام دیگران نشه سفرهای استانی این ملعون که از زمان ریاست جمهوری معمونی در ایران باب شد بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته و گفتن موجب هدر رفت بودجه میشه اگه یادتون باشه نماینده شادگان در مجلس ولایی در واکنش به سفر رئیسی به استان خوزستان در اوایل شهریور 1400 این سفر را نمایشی خوند و گفت این سفرهای کوتاه و یک روزه مشکلات خوزستان رو حل نمیکنه و در ادامه هم از دولت خواست که این رویه رو متوقف کنه. مسعود پزشکیان نماینده تبریز هم در مهر پارسال در انتقاد به سفرهای این مردک برخی از مسببات این سفرها رو غیر علمی عنوان کرد و گفت این سفرها توقعات و بالا میبره و به دلیل عدم انجام وعده ها نارضایتی را افزایش میده. پیشتر هم افزایش سهم نهاد ریاست جمهوری در بودجه 1401 و اختصاص 525 میلیارد تومن برای مسببات سفرهای با افزایش یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه موجب انتقادات گسترده ای در تعویل مجلس شد. وحی سوم به حور فرمان داد خودتون را زینت کنید آقایی که شما را از نورش خلق کردم آمده به زیاده همدیگه به هم تبریک بگید حور این را زینت کردن آرایش کردم با اون زیبایی که در عالم دارن حور این خیلی سفید و بلور و نورانی هند به منه حدیث داریم یک موسا معانقه دست بهش بدی گردن به گردن میگن دست دادن یعنی مصافحه گردن به گردن میگن معانقه اونق. گردن به گردن یک معانقه مؤمن وقتی گردنشو میداره به گردن حورالعین این پونصد هزار سال طول بگید تا برداره از دست ندی مواظب باشه ما خسته شدیم الدنگ بی سواد و ابله دیگه ای در دستگاه نظام کثیف جمهوری اسلامی علیرضا زاکانی اصولگرایی که با لابیگری و نقض قانون و فشار نهادهای بالادستی شهردار تهران شد علاوه بر چند انتصاب جنجالی حاضر نیست کارنامه ملی و شد شفاف کنه بر اساس تازه ترین گزارش ها زاکانی به دستکاری در بودجه سال 1401 شهرداری تهران بندهایی به اون به منظور کمک به چند نهاد انقلابی و مذهبی اضافه کرده بهروز شیخرودی معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم این مسئله رو فاش کرده و گفته زاکانی ردیف های جدیدی به متن بودجه 1401 شهرداری تهران اضافه کرده. شیخ رودی گفته این ردیف ها شامل کمک به چند انجمن و کمک به دفتر سازمان امور مساجد استانهای خراسان در تهرانه. به گفته او کمک به کنگره سرداران شهید منطقه 17 و کمک به هیئت رزمندگان اسلام از دیگر ردیف های بودجه الحاقی به بودجه شهرداری تهرانه که پیشتر در لایحه اون وجود نداشته بر اساس اعلام این مقام مسئول شهرداری تهران قرار یک میلیارد تومن به دفاتر سازمان امور مساجد استانهای خراسان در تهران کمک کنه. کمک سه میلیارد تومانی هم به هیئت رزمندگان اسلام و کمک یک میلیارد تومانی هم به یک انجمن ورزشی از دیگر تغییرات اعمال شده در بودجه سال 1401 شهرداری تهرانه. به گفته شیخ رودی یک ردیف هم به نام اعتبارات مرکز جمع سپاری شهر تهران به مبلغ 5 میلیارد تومن به این بودجه اضافه شده. گزارش ها همچنین حکایت از این دارند که شهردار تهران با تعریف ردیف جدیدی در بودجه سال 1401 قصد داره 20 میلیارد تومن به طرحی با عنوان حمایت از چهره های مؤثر انقلاب اختصاص بده. این در حالیه که مضاف بر این مسائل بعضی از اعضای شورای شهر تهران که اغلبشون در جبهه سیاسی همسو با زاکانی قرار داشتند در اعتراض به بعضی اقدامات و تصمیمات او به صف منتقدانش پیوستند سه عضو شورای شهر تهران به تازگی در مورد بروز نشدن سامانه شفافیت شهرداری با تذکر به زاکانی یک ماه بهش فرصت دادند تا اطلاعات این سامانه رو بروز کنه احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران هم با انتقاد از بیتوجهی زاکانی به این تذکرها گفته گزارش هایی که تا کنون شهرداری تهران در این سامانه منتشر کرده قابل فهم برای شهروندان نیست. علیرغم همه این مسائل در نظر گرفتن پست مدیریتی در شهرداری تهران برای بعضی از اعضای رهپویان انقلاب اسلامی از مهمترین اقدامات جنجال برانگیز زاکانی. چندی پیش هم که با صدور حکمی حسین حیدری دامادش رو به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه فناوری های نوین و نوآوری شهری منصوب کرد که در واکنش به موج اعتراض اصولگرایان مجبور به لغو این حکم شد از ناصر امانی یک عضو شورای شهر تهران با عنوان یکی از مهمترین مخالفان علیرضا زاکانی نام برده میشه که در ماههای اخیر به سراحت از انتصابها و عملکرد او انتقاد و خواستار پایان یافتن اقدامات غیرقانونی شهردار تهران شده. درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید.